با توماج تاهباز از سئول همراه میشیم. توماج، برامون از اهمیت دیدارها و نکات کلیدی نشست بریکس میگی. خب اگه به دیدارهای اولیه و اون اظهارات و گفتگوهایی که مطرح شده نگاه بکنیم، بیشتر شاهد تاکید اعضای بریکس بر تعمیق و افزایش روابط هستیم. حالا چه شی جین پینگ به نزدیکترین رهبر سیاسی به خودش، یعنی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، که گفته جهان با وضعیت آشوب روبروه اما معتقده که چین و روسیه همیشه به ملت‌ها خدمت می‌کنن و دو کشور نگهبان عدالت و برابری هستن، چه دیدار آقایان پزشکیان و نارندرا مودی رئیس جمهوری اسلامی و نخست وزیر هند و تاکید بر همکاری ها از جمله در بندر چابهار. اما همه این اظهارات در بحبوحه تنش هایی هست که روسیه، چین و تهران از طرف غرب هم به ایجاد هم به دامن زدن به اونها متهم هستند. جنگ اوکراین، بحران فعلی در خاورمیانه یا تلاش بیجینگ برای گسترش نفوذش بر شرق آسیا، مشخصا بر دریای جنوب چین، دریای شرق چین. با این حال در روزهای آینده نکاتی هست که باید به اونها نگاه کرد. تلاش احتمالی بیجینگ برای رهبری و ایجاد اتحادهای جدید علیه غرب، حالا چه از طریق همین ائتلاف بریکس یا میدونیم سازمان همکاری شانگهای هم هست، و البته سیاست بلند مدت چین، یعنی سرمایه گذاری های زیرساختی، و طبعا از طرف دیگه تلاش روسیه برای اینکه نشون بده با وجود فشارهای غرب موفق شده یک نشست رو با ائتلاف بریکس برگزار بکنه و این نشست موفق بوده و تونسته با اعضای بریکس هم همکاری کنه. از سوی دیگه تحریم های آمریکا و نحوه مقابله با اونها هم هست. باید دید این موضوع چقدر نمود پیدا خواهد کرد، مشخصا برای پکن، تهران و مسکو. خب بخشی از این تحریم ها هم باز به خاطر جنگ اوکراینه که میزبان بریکس یعنی روسیه عامل اونه. بعضی هم خب قدیمی ترن، مثلا تحریم ها علیه تهران. همکاری های ارزی و به اصطلاح کاهش اتکا به دلار هم باز مهمه. چین و روسیه در حال حاضر هم مذاکراتی در این زمینه دارن و اتفاقا تبادلات گسترده‌ای هم در این زمینه دارن. باید دیدم آیا بریکس موفق میشه گام‌های مهم و عملی در این زمینه برداره یا نه. اما جنگ اوکراین احتمالاً کلیدی‌ترین و مهم‌ترین مسئله است، به خصوص که مسئله همکاری‌های چین و روسیه در جبهه اوکراین پیچیده‌تر و فراتر از روابط دوستانه‌ایه که ما هر روز در واقع در اخبار شاهد اون هستیم. اولاً چین تلاش با وجود همکاری با روسیه از تحریم‌های شدیدتر غرب هم دوری بکنه. به هر حال همکاری‌های چین با کشورهای غربی است که به اقتصاد اون در حال حاضر کمک زیادی می‌کنه. در ضمن چین و روسیه از دیرباز رقیب هم بودن و حتی در میانه اتحاد غربی فعلی هم این رقابت ادامه داره. مثلا در سیاست‌های چین در قبال آسیای میانه در طول ماه‌های گذشته ما شاهد بودیم که چین تلاش‌های زیادی رو کرده برای نزدیک شدن به کشورهای آسیای میانه، یا روابط مسکو با کره شمالی که چین قطعاً از نزدیک زیر نظر داره. همین اخبار اخیر که کره شمالی می‌خواد به روسیه سرباز بفرسته، یا همکاری‌هایی که روز به روز داره بیشتر میشه بین کره شمالی و روسیه، قطعاً از نگاه رهبران بیجینگ دور نیست. و نهایتاً موفقیت در میانجیگری و پایان جنگ اوکراین میتونه یک دستاورد عظیم باشه، و اینجاست که باز هم رقابت در بین اعضای بریکس کم نیست. مهمترین اونها جمهوری خلق چین که خواب رابطه نزدیکی با روسیه داره و تلاش کرده میانجیگری کنه در جریان جنگ، و البته هند که اون هم رابطه نزدیکی با روسیه داره و در طول ماهای گذشته تلاش کرده نقش یک میانجی رو در جنگ اوکراین بازی بکنه. در واقع موفقیت در این زمینه برای دو رقیب بزرگ بریکس، یعنی هند و چین، میتونه که در واقع گام بسیار مهم باشه. ممنون است توماج تاهباز از سئول، کره جنوبی.